با درود خدمت بینندگان و شنوندگان از مردم تیوی، خوب این خوش این سلامت این چه خبره؟ آقا این اولی لایو ما، لایو اصلا میزنی دکمه رو استرس میگیری، عجیبه. این همه من جلو دوربین اومدیم این بر حرف زدیم اون بر حرف زدیم، لایو رو میزنی تتپته میفتی، دست خودت هم نیست. عرضم به خدمتون، گفتیم برای شروع کار که هم اینو یاد بگیریم هم ببینیم داستان چیه، یه خورده با هم دیگه تو این چیزایی که ریختم براتون صحبت کنیم. یه ویدیویی من چند روز پیش الان اومد، اینه، فکر کنم خیلیاتون هم دیدین. داشتم به این فکر میکردم، من اون موقع ایران بودم، موضوع مال مثلا 27-28 سال پیشه، طرف میومد بیرون، زمان ما چی بود؟ BMW 2002، چه میدونم دوو، یه ماشین های این شکلی بود، این چیزایی که الان هست من اصلا اسمشون هم نمیدونم. یارو پسره با اینجور ماشین ها می اومد بیرون، بعد میرفت در مرسه دخترانه دور میزد، این ور برو اون ور برو، داستان چیه؟ این ماشین ها از کجا اومده؟ بعد پسره هم نگاه میکردی مثلا شاگرد بود، شاگرد نمایشگاه بود، تو خدا این ماشینا رو چه جوری میاره بیرون؟ بعد همش میگفتم این اگه تصادف کنه چی میشه؟ بدبخت میشه که، خودش هم که هیچی نره، سابکارش بدبخت میشه. آقا این ویدیو رو ما دیدیم، حق داره خدایی، یعنی از ته دل داره داد میزنه، نمیدونه باید چیکار کنه دیگه. فکر کنم بعدش خودکشی کرده، ماشین انگار خیلی گرون قیمت بوده، زدت دهن ماشین رو سرویس کرده، بیکار میشه، رئیسش بدبخت میشه، اصلا نابود شدیم بابا. من شنیدم خودکشی کرده، فکر کنم زهر رو بینه. این دختر از قصد و یعنی دست از قصد نیست، یعنی دست خودش نیست اصلا. ببین ماشین چند میلیونی، نمیدونم چند میلیاردی، حالا پولای ایران من نمیدونم ارزشو. وای، یه دونه تو محل ما بود همچین ماجرایی با موتور، بدبخت گم و گور شد. موتورای رئیسش، من همش میخوام بگم شف، رئیسش چیز داشت، موتورسازی، موتور فروشی، همه کاری میکرد، داوود بود اسمش، رفیقمون بود. این موتورایی که مثلا تعمیر میکردن گرون قیمت بودن، موتور هزار بودن، نمیدونم بعضی موقع سوزوکی 80 بودن، این کوچیکا، این برمی داشت میآورد بیرون. آقا ما زمان ما تفریح نداشتیم دیگه، ما دهه 60 یا دهه 50 یا ما تفریح نداشتیم. تلویزیون که یه بار براتون گفتم، ما فیلمامون سمندون بود، سمندون الان هالیوود میذاره جز فیلمای ترسناک، این چیزه هست، عروسک مرحوم میکشه، سمندون یه همچین چیزی بود. ما برنامه خوبمون میتی کمان بود و سوباسا بود، اونم جمعه ها بود. سوباسا هم که توپ میرفت هوا، آقا همه آماده نشسته، یهو میگفت ادامه داستان را هفته بعد. یعنی ما یه هفته تو این فکر بودیم این توپ بیاد پایین چی میشه، برادران این تاچیبانا چیکار میکنن، تفریح نداشتیم. دعای قبل نماز جمعه، بعد نماز جمعه، نمیدونم، همش گل و شجریان نبود، ولی سنتی پخش میکردم. هیچ، همین بیم بیرون، این با موتور رد شه، اون با دوچرخه تپه درست میکردیم، همش هم زخم و زیده شدیم، میشدیم. واسه همین تفریحمون همین چه. این بدبخت هم که میگه، این پسری که میگم با موتور میرفته، حق داشته، کاری نبود بکنه، سر زور بود، رئیسش میگه بیا برو یه دوری بزن، یه استراحتی بکن، مغزت کار کنه، بیای سر کار. میرفت یه دور میزد با این موتور ده مرسه دخترونه، خیابون بغل مجیدیه بود 16 متری. بعد آقا با موتور زد به یه بند خدایی، بعدم اومد ترمز کنه، هول شد، گاز داد، دوباره زد به یه ماشینه، رئیسش نابود شد، خودش از اون منطقه رفت، اصلا هیچ کس تا بدین لحظه هیچ خبری ازش نیست. چرا؟ چند وقت پیش این آدم آقا فلانی چی شد؟ گفت تو شمال بنده خدا معتاد افتاده اونجا، نابود شد. رئیسش هم این موتور چیز بود، رئیسش هم بدبختونم مغازه همه رو داده بود به عنوان چیز خرج اون موتور. موتور هزار بود، مال سپاهی بود، زمان ما موتور هزار اینجوری نبود همه بتونن استفاده کنن، 250,000 اینا رو فقط سپاهی ها میتونستن. خلاصه نابود شد. این حالا ما دیدیم این واقعا دادش از ته دل بود. آقا یه ویدیو به دستم رسید، همین که اراده کنند
اینا. ببین ما که میرفتیم مدرسه هیچ وقت این حرفا نبود که اماما جادو میکنن، اماما اینجور. همیشه میگفتن پنج تا پیامبر اولوالعزم داریم، بقیه هم امام و پیامبرن، معصومن، کاری نمیکنن. حتی اولوالعزم ما توش مشکل داشتیم، میگفتن آقا پنج تا پیامبرن، اینایی که کتاب دارن بهشون میگن اولوالعزم. میگفتیم خب تورات، انجیل، قرآن، این ابراهیم و نوح چیه کتاباشون؟ هی میگفت مال داوود زبوره معلم ما. میگفتیم بابا خدا پدرتو بیامرزه، من میگم کتاب ابراهیم چی بود؟ میگفت پسرم کتاب داوود زبوره. جوابشون جوابی نداشتن بدن. الان یه بابایی چند وقت پیش گفت نوح یه کتابی داشته، نمیمشه از خودشون در برده بودن. مثل جریان آدم و هوا بود، میگفتن آدم و هوا به دنیا اومدن با دوتا پسر، بعد اینقدر میگفتیم آقا خب این دوتا کی با کی بوده، کی بچه کیه، اینجوری که همه حرومزاده ایم، از کلاس مینداختنت بیرون. تا یه معلمی اومد گفت نه، یه قبیله هم اون بره اینا بوده، اینا با اونا وصلت کردن. حالا قبیله چرا خدا اسم اونا رو نیورده، فقط اسم آدم و حوا رو نیورده، اینم جای بحث داره. تا این چند سال پیش، از موقعی که این رائفی پور اومد، این خرافات یهو اصلا داستانش عوض شد، یه جورای عجیب غریبی شد. نمیدونم امام زمان، آخه شنیدین که میگن امام زمان میخواد ظهور کنه، کف دستش رو نگاه میکنه همه مناطق رو با کف دستش، نمیدونم فرمانده ها رو میذاره و اینا، چرت و پرت های آخونده. تا رائفی پور اومد همه اینا رو مستند کرد به قول خودش، گفت بله درسته، شما نگاه کنید الان تبلت اومده، تلفن اومده، شما حضرت منظورش این بود، حضرت تلفن رو میذاره کف دستش یا تبلت رو، اینجوری اینجوری نقاط و معلوم، مگه نمیشه؟ همه گفتن بله. از موقعی که این رائفی پور اومد، این داستان خرافات زد بالا، یه دم پای سرش اومدن. دیوانه است دیگه، نمیدونم سنتی میزنه سنتی میزنه نمیدونم، ولی آدم شیرین عقلیه. من چند نفر رو میشناسم دوستای قدیمم، اینا با این بابا رابطه دارن، میگن شیرین عقله. بعدم زندگیش از راه سخنرانی میچرخه، موضوع هم نداره، همینا رو عرفت یه تبلتی بهش اضافه میکنه، این کار رو میکنه تا داستانش بچرخه، زندگیش بچرخه، چون وضع مالیش هم زیاد تعریفی نداره. حالا این آخونده داره میگه امام حسین بچهش گشنش بود، از توی ستون میوه کش. حالا ببین میوارم بذار براتون رو به گوش کنین، اینو خاری بشه خدا هم همون کار رو اراده میکنن خراب میشه. لذا سید الشهدا تو مسجد نشستن، از آزاده معظم و معززشون حضرت علی جان الاکبر سوال میکنن بابا چی دلت میخواد؟ آقا علی اکبر میگن دلم موز میخواد و انگور. و آقا سید الشهدا دستشو به ستون مسجد بزنه و بفرماید موز و انگور بده. حالا اینم داستان داره، شما نگاه کن توی حالا نمیم قرآن، من قرآن نخوندم، ولی بهشت رو دیدین چجوری توصیفش کردن؟ بهشت یه جای سرسبز، رودخونه داره، میوه های خوشمزه داره، موز داره، سیب داره. قشنگ زمان محمد پیامبر، چون عربا که چیزی نبود، یه بیابون بوده دیگه، هیچی نداشتن. شما خیلی کتابا رو بخونین، اینا چادر میزدن، زن ها هم دیگر رو عوض میکردن، چون کم بودن دیگه، زن وحشی هم بودن، یا نه قبیله با قبیله متحد میشد حمله میکردن به هوای زنهای اون قبیله، همه هم با هم دیگه پسرمون دخترمون، چون این با زن اون خوابیده، اون نمیدن با دخترمون این خوابیده، همه شون با هم دیگه قاطیه. بعد یهو بغلش ایران بود، یکش امپراتوری بزرگ، سرسبز، مردم خوب، مردم خوشتیب، خوشگل، یهو این عربا هم در و داغون. بهشت یه چیزی مثل ایران براشون بوده، مثل شمال ایران براشون بوده، سرسبز، رودخونه، انگور، سیب، اینا میوه‌ای تو ایرانه. بعد اینا هم میخوان تعریف کنن، امام حسین کرد تو ستون، یا تو ستون موز و میوه‌ای ایران همه زد بیرون. من نمیدونم این امام حسین این همه زور داشته، چرا تو عاشورا این کارا رو نکرده؟ یارو میگه شمر که زد امام حسین رو کشت،
اومد سمت زینب. زینب هول شد، اعصابش خورد بود، تو برادر منو کشتی، ای قاتل سمت من نیا. حالا اینا رو کی شنیده نمیدونم. دید نه شم داره میاد، شم داره میاد. و زینب یهو گفت قل و ولا احد، یه فوت این ور کرد، قل و ولا احد یه فوت هم این ور کرد، یه اینجوری کرد، یهو شنها و یه کربلا، نمیدونم کربلا ساحل بوده چی بوده، شن بوده، خلاص شنهای ساحلی تبدیل به یه دونه گردباد شد، شم رو تا گردن کشید پایین ولی نکشتش. بعد شم گفت غلط کردم، منو در بیار دخترم و اینا، خود دخترم پسرم بودن. خلاصه چیز میکنه زینب کتابی بکش دوباره، یه صدق الله و لعیون لعظیم میگه و این ور فوت این ور اون، یه بود میاد بیرون. خب یکی نبود این جمعیتی که پامنبر این آخونده نشسته و بگه آخه بی پدر مادر، اگه اینجوری بود خب موقع که جنگ شد عباس رفت آب بیاره، دست عباس رو زدن، امام حسین نیروش کم بود، اینور بود، اون همه چی قروقاتی بود، زنها رو به قول خودتون کتک می زدن. میگو زینب بیا یه قول و بلا اینور بخون، یکی اینور یه فیت اینجور همه رو بکش بون. چرا اون موقع نکرد؟ به خاطر اسلام، که اسلام زنده بمونه. خب پس چرا عزاداری میکنین که چرا یزید امام حسین رو کشت؟ یزید نباید جلوی امام حسین وای میساد، چرا کشتش؟ خب آقا شما میگین باید کشته میشد، اصلا داستان گوز چه رفتی به شقیقه داره؟ قشنگ این داستان در میاد. این هم این بابا میشینن این چیزها رو حفظ میکنن، همشون هم انگلیسی هن. همشون داستانای اسلام، کلنی اسلامی که اینا درست کردن 300 سال اومده از زمان صفوی ها. ستون شکافته بشه، موز و انگور تو دامن سید و شهدا ندیده قدرت علی عبدالله. آره اینا این جماعت خالیبند. حالا این یه دونه هست، قدیما میگفتیم طرف کنده پرروه، یعنی میزدیم تو گوشش میدوید فرار میکرد، میرفت صد به رونورتر، میگه اگه مردی بیا منو بگی، چه ترسیدی بابا تو الان کتک خوردی. حالا این بابا هم همین، کمک نکنین باید جواب پس بدین. چی میگه؟ نه این نبود این بود. من لطف میکنم از مردم پول میگیرم، اینو جدی دارم میگم، به مخاطبم گفتم، گفتم مخاطب تو پول میدی، من دارم لطف میکنم از تو پول میگیرم، برای نوکر امام زمان، برای مال وقفی، برای مسجد خرج میکنم، من که مال خودم نیستم که، دارم منو طلبت کمکم کن، کی باید بکنه؟ مردم. من نوکری میکنم تو هم وظیفت اینو که حمایت کنی. والسلام، ندیم به جهنم روز قیامت. تو لیاقت نداشتی که به نوکر امام زمان کمک کنی، یه نفر لیاقت نداره، برو پولتو خرج دوا دکتر کن. پولی که برای امام زمان خرج نشه خرج دوا، پول امام حسین نشه، روزه امام حسین نشه، بعد خرج دوا دکتر شه، یا بره دخترشو کف خیابون جمع کنه. شماره کار گوشم هر کی حال کرد بده، تازه من توفیقی ها، من توفیقی نوکری کنم، تام توفیقی که پول تو بده من اینجا خرج کنم، پولت اینجا نه تو میکروفون خرج، برو ساز و دهل و آوار بگیر، من جواب تعبیر نشه کوفته دیگه میشه. داره دخرج دوا دکتر میشه، دست زش کنه، کله دش کنه، خرج دوا دکتر بده. اصلا هم خجالت نکش. آقا فرمود آتش دختر یعنی چی؟ یعنی مسئولین بیلاخ هم بد نشون نمیدن، پول هم بد نمیدن. برو مردم بگی مقیاس و خطکش رو صحبت آقا باشه، هر کم هرچی گفت به. ببین اینو میگم طرف کنده پر روه، زوری میخواد از مردم پول بگیره که برگ خرج اشغال خود اینا. من قدیما یه رفیقی ما داشتیم میگفت پسر خاله هم خواسته آخوند بشه، همه تون شنیدین اینو، ولی دوباره میگم. بعد گفت رفت یکی دو ماه موند و اینا تو یکی این حوزه‌های علمیه، برگشت حال خراب و یهو شروع کرد فحش دادن به آخونده. و اون موقع هم جرأت میخواست شما جلوی آخوند ابی بذاری، درجا سرتون میبرینه. بعد خلاصه گفتیم چی شده؟ گاره بهش گفتم پسر خاله چرا به هم ریختی؟ چرا اینجوری شدی؟ گفت بابا اینا دیوانه هن، اینا اصلا مسلمون نیستن. خیلی هم مسلمون بوده پسر خاله، میگو یه ریشا رو زده، گفت مسلمون چی و لعنت به همه شون و اینا. گفتیم چی شده؟ گاره اینا شبا که میشه قرآنشون رو میخونن، کاراشون رو میکنن، همشون چیز دارن، اتاقای کوچیک کوچیک دو نفری سه نفری میخوابن دیگه، مثل دوتا دانشجو دوتا همکلاس اینا. میگفت شب اول خوابیدیم و برمیگشت با اون اینجوری مثل چیز بغلم حرف میزدیم و اینا، و بعد یواش یواش جاش رو نزدیکتر مینداخت و بعد دستم رو گرفت و اول گفتیم خوشم میترسه. میگفت پسر خاله یواش یواش اومد و
چسبوند خودشو به ما که اول تو یا اول من، براشون هم فرقی ندارم. هاب زاخت میگم هاب همون دیگه، هاب زاخت چیز باشه، یه چیزی یا وارد شه یا واردشون بشه، براشون مهم نیست حالا کی اول و چی اول، باید این برنامه برگزار بشه. بعد میگفت این جریان بشکه هم این اونجا دیده بوده، ولی برای پیشرفته ها بوده، میگفت اینا رو دید و این بابا هم که میخواسته ترتیبشو بده، بعد این زرنگی کرد گفته امشب نوبت منه، اول من بعد تو. فرداش میگه فلنگو بسته اومده، گفته اینا این کارو میکنن که پرروشن بتونن حرف بزنن جلو منبر و چرت و پرت بگن و اینا. ها منبر جلو مردم، ببخش داشته و گفتم، یعنی اینجور آدم های اینا حالا اومدن یه دم از مردم ما، هنوزم میرن پای منبر اینا میشینن حرفاشون رو گوش میدن، صلوات میفرستن. چند روز پیش یه ویدیو گذاشتم الان پاکش کردم، مال کاظم صدیقی بود که میگفت پیامبر، حالا یه بابایی نوشته بود این داره خواب تعریف میکنه، حالا هرچی اصلا خوابش هم اشتباهه، پیامبر داشته تو مسجد صحبت میکرده، یهویی یه میگه کی حاضر محمد رضا شاه پهلوی رو بکشه، محروم یه کوچه با میکنن تو مسجد، امام خمینی وارد میشه میگه من، شمشیر رو میده بهش رو میزنه سر شاهو میزنه میبره، مردم هم یه حشدی عصبی صلوات میفرستن. این وضع جامعه ما، یعنی همش هم آخونده نیستن، باید مغزمون درستی. من بعضی موقع ویدیوهای از همین بی پدر مادرها تو اینستاگرام میذارم، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، این خدا رو شکر هم تو دهنمون افتاده، زیاد حالا جدیش نگیرین. مردم خیلی چیز شدن، فکرشون عوض شده، خیلی ها میان به این جماعت میخندن، به آخونده میخندن، امام ها رو میگن آقا یعنی چی، میگه نمیدونم دستش دراز میکنم اونجوری شد، اون یکی میگه پیامبر با الاغ رفته نمیدونم عروج، همه میخندن. بعضی ها میان فوش مینویسن فلان فلان شده، نگاه میکنین پروفایلش رو میبینی یارو اینقدری سنش مثلا 60-70 سال، نگران یه موقع سنگ نشه، یعنی نسل این نسل 80 و 90 و اینا که ای والا، نسل بعدی ما کمپلت دیگه این چیزها رو قبول ندارن. بعد به مرور زمان دیگه این جمهوری اسلامی و آخونده اینا میرن، نه اینکه با جنگ و خون ریزی ها، چون دیگه کسی طرفدارشون نیست، حتی تو خودشون هم بچه های خودشون فکرها اینا رو قبول ندارن دیگه. اینا تنها آخرین دوره بچه های اینا که قبولشون دارن چیزه، پسر حداد عادل و اون وزیر راه شهرسازی کی بود، پژمان نمیدونم چی چی بود، اونو اینا، این بچه های آخری هن. سری یعنی میشه نوه های اینا یا بچه های بچه های اینا، دیگه اینا این فکر آخونده رو قبول ندارن، مثل فکرهایی که سال 57 میکردن با الان. ما سال 64 65 66 اون موقعی که من بچه بودم، زمان ما ویدیو، ما ویدیو از همون میگرفتن شلاقمون میزدن، ما میخواستیم یه فیلم ویدیویی جا به جا کنیم، میذاشیم تو شیکممون، پیرنمونو میداخیم رو شلوار، اینجوری میکردیم که نگیرنم واقعا میگم، و یه دونه تاری ستاری گیتاری چیزی اگه دستمون بود بعد میکردیم تو کیسه زباله، بعد جا به جاش میکردیم، چون اگه از همون میگرفتن شلاق داشت، یا یکی مثلا جمعه صبح پا می شدن همه ماشین رو می شستن، یکی خیلی باحال بود یه جورایی، الان اصلا شما همسایتو نمی شناسی، جمعه صبح که می شد یکی پا می شد می رفت همه عمومی، یکی ریششو می زد، یکی همه می اومدن بیرون، حالا خیلی خوب بود. و اونی که ماشینو می شست مثلا یه نوار معین می زاش، حبیب می زاش، اگه تو محلتون یه همسایه بود حزب اللهی بود، سری میرفت آمار میده کمیته میومد یارو میبرد، یه هفته پیداش نبود، سر همون نوار کاست و اینا رو جدی میگم دیدم، و خود منو چهارشنبه سوری کمیته ریخت تو خونمون، انقدر کتکم زد، یعنی زمان ما اینجوری بود، الان این کارا رو نمیکنن، خیلی عوض شده 100%. 5 سال دیگه هم این جماعت نیست، حالا این رهبره که دیگه زرتش قمصور شده، رهبر بعدی هم وجود نخواهد داشت، چون مردم قبولش ندارن، خودشون هم قبول ندارن، یه جورایی ایران داره عوض میشه. تا ببینیم چی میشه دیگه، تا برنامه دیگه، بدرود.